حالا دقت کردین کت و شلوار های برند خیلی صاف و مرتب توی تنوای نیستن؟ تو این ویدیو میخوایم علت اصلی تفاوت این کت و شلوار ها با کت و شلوار های معمولی رو بگیم. در روش سنتی و معمولی تولید کت، بعد از دوخت هر قسمت و قبل از نصب اون تکه به کت باید رفع عیب و اتوکش رو شروع کنیم، ولی چون در هر نوبت میزان فشار و بخار اتو و نحوه اتوکشی توسط هر استادکار متفاوته، موجب ناهماهنگی و افت کیفیت در کار نهایی میشه. اما تو کارخانه بزرگ و برندها از دستگاه‌های اتوماتیک و تخصصی برای اتوکشی استفاده میکنن. ما تو این قسمت از بیزچی سراغ یکی از این کارخانه‌های تولید کت و شلوار رفتیم تا نحوه اتوکشی و تولید کت و شلوار رو از نزدیک بهتون نشون بدیم. پس با ما همراه باشید. برای پرس کت و شلوار دستگاه مختلفی نیاز هست. اولین دستگاه، دستگاه پرس سرشان است. دستگاه پرس سرشانه از دو قسمت راست و چپ تشکیل شده که با یکی از قالب‌ها سرشانه سمت چپ رو پرس می‌کنیم و با قالب بعدی سرشانه سمت راست رو. در این دستگاه‌ها با توجه به نوع پارچه می‌تونیم مقدار بخار، میزان پرس و همچنین زمان پرسی که لازم هست رو تنظیم کنیم. دستگاه بعدی دستگاه پرس پشت کت است. این دستگاه هم از دو قسمت چپ و راست تشکیل شده که برای پرس دو سمت چپ و راست قسمت پشت کت کاربرد داره. برای این کار اول نقاط اتصال آستین به کت رو توسط لیزر مشخص میکنیم و بعد عملیت پرس انجام میشه. در این دستگاه ها عملیات دنسینگ در حین اتوکشی صورت میگیره، یعنی فشار قالب بالایی در حین اتوکشی کم و زیاد میشه تا کیفیت اتوکشی بهتر بشه. دستگاه بعدی دستگاه پرس جلوی کت یا پیش کت هست. این دستگاه هم از دو قسمت چپ و راست تشکیل شده که عمل کرده آن دقیقا مثل دستگاه پرس پشت است. شاید براتون جالب باشه که کنترل هر دو قسمت چپ و راست این دستگاه توسط یک PLC صورت میگیره، یعنی این امکان برای شما یه شرایطی رو فراهم میکنه که میزان فشار بخار یکسانی رو به قسمت چپ و راست کت وارد کنید. بعد از پرس جلو و پشت کت بریم سراغ یقه. ابتدا میزان فشار بخار مورد نظر رو روی سیستم کنترل تعریف میکنید و بعد کت رو داخل دستگاه قرار میدیم و با فشار دادن پدال به صورت خودکار یقه صاف و مرتب میشه. دستگاه بعدی که دستگاه خیلی جالبی هم هست دستگاه لوله یقه است. این دستگاه با شکل خاصی که داره اون فرم لوله‌ای شکل یقه رو ایجاد میکنه. این دستگاه ها داره سیستم مکش هم هستن و زمانی که کت روی قالب قرار میگیره مکش فعال میشه. سیستم مکش هم باعث میشه کت محکم سر جای خودش روی قالب بیسته و همین که بعد از عملیت پرسینگ کت خیلی سریعتر خنک میشه.